أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در این بین 1400 نفری که با پیغمبر در بیعت شجره صورت گرفت زنان نبودن، و در این جنگ نه در بین از مدینه زنان بوده و نه در مکه، از مکه زنها آمدن و جلوگیری کردن. ای که نام زن هم اینجا داخل میشه که قرآن میگه که به مومنین و مومنات ما جزا میدیم، به مردان و زنان مومنه، اینا پشت جبهه بودن، پشت جبهه بودن، کمک میکردن، خانه را نگهداری میکردن. معلومه زنها تا که کمک نکنن مردان کاری نمیتوانن. زنها باید خانه را اداره کنن، مشکلات حل کنن تا مردها با دل راحت برن در جنگ برن. ام ای طرف زنها شوهرای خود کمک کردن، زنان مسلمان، اما او طرف زنان مشرکین مردای خود کمک کردن. یک مسئله دیگه منافقین، منافقین یک عنصر ثالث در این آیه داخل شده. تا القضیه مؤمنین و مشرکین بود، الان یک عنصر دیگه هم داخل شد، منافقین. این منافقین در مکه نبودن، این منافقین در مدینه بودن. اینا به حسب ظاهر مسلمان شده بودن، کلمه میخواندن، گاهی میامدن به نماز به مسجد، ولی خرابکاری میکردن. اینا مار آستینن. در هر جامعه منافقین، جاسوس ها، دشمن های کشور، دشمن های ملت هستند. خود از امو ملت میدانند، از امو کشور میدانند، از امو دین میدانند، ولی منافقن. فکرشان طرف خارجه، از خارجی ها پول میگیرند به نامهای مختلف. برای اونها فرق نمیکنه که او خارجی کی است، چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد که این شطور صالح هست یا آخر دجال. برای اونها شطور حضرت صالح علیه السلام و نقل گوشت خر دجال فرق نمی کنه. گوشت گوشت. هر روز با هر خارجی که قدرت پیدا کنه و پول داشته باشه، اینا مزدورای امو خارجی میشن. چپ و راست برای اونها فرق نمی کنه. با یک روز 180 درجه منحرف میشن. از چپ گرایی به راست گرایی میرن، یا از راست به چپ میاین. قریقت عرفی اونا فقط پوله. به هر طرف که سبزه باشه به همون طرف برای خوردن سبزه میرن. این غالب کشورها به این مبتلاین، به این دسته منافقین. از آب و هوا و از رزق اونجا استفاده میکنن، همونجا هستن. از امتیازات هموطنهای خود استفاده میکنن، ولی هیچگاه نه به عقاید مردم ارتباط دارن، نه به مسائل سیاسی مردم. دو جاسوس ذلیل برای بیگانه ها کار میکنه. هرچی بیگانه ها گفت اونا هم امو کار میکنن. این دستم در مدینه هم بود. از یک طرف در مدینه بودن، از طرف کلمه خوانده بودن، گاهی به مسجد میامدن، نماز میخوندن. در جنگ ها بعض اوقات که میشد بانه های دروغین میآوردن، بانه های رنگارنگ که ما رفته نمیتوانیم، خانه های ما در خطره، اگر ما بریم خانه های ما مثلا دیوارش خیلی کوتاه یا بی دیواره، دشمن میآید، دوز میآید، زن های ما در امان نیه، ما رفته نمیتوانیم. به این بانه ها که الان در امی جنگ، در امی چیزم نرفتن، در امی فتح صلح حدیبیه هم نرفتن. اینا می گفتن، اینا شاید اینا می گفتن، مشرکین هم می گفتن، می گفتن اینا میرن فقط با خود یک شمشیر دارن، دیگه هیچ چی ندارن. کفار در مشرکین در مکه قدرت مادیشان زیاده، هر قسم وسایل جنگ داره. اونا می وقتی که ببینن که اینا غیر شمشیر دیگه چیزی ندارن، حمله میکنن. یک نفر اینا بر نمیگرده. یک عده دیگر منتظر نابودی اسلام بودن. می گفت وقتی که پیغمبر با یاران خودش، با این لشکر خود کشته شوه،
خب اسلام هم از بین میره و خلاص شد دیگه. منتظر ای بودن که اسلام با کلی از بین بره و لذا اونا نرفتن. خدا میفرمایه که من اینا را هم عذاب میکنم که با شما نین منافقن، مردان منافق، زنان منافق، دروغ میگن، همیشه اینا در داخل اجتماع شما و مردم ساده را فریب میدن، اونا را بدین بدبین میکنن، اونا را به تشکیک میندازن، رنگ رنگ به اونا میگن، از پیروی پیغمبر اونا را دور نگاه میدارن. یک عده مردم ساده به هرچی که به گوشش بخانی باورش میایه، از دین دور میشن. اگر رفت پای تبلیغات رفت گوش کرد، از خدا هم میترسه، متدین هم میشه. اما اگر بگیر منافقین افتاد، گمراه کننده هایی که گمراه میکنه مردم، یک ده بچه های فکرشان با خیلی بالا نیه، نوجوانن، یک ادم پیرمرده و پیرزنان ساده منافقین بچه های نوجوان میگرفتن، کوچکار میگرفتن، پیرمرده را وسوسه میکردن بدتر از ابلیس، و با اونام قرآن وعده عذاب میده، میگه شما را عذاب میکنه. خیال میکنیم که اگر مسلمان ها شما را نمیشناسه، یک گده ما هم شما را نمیشناسم، ما آقایم به هر چیز. لیعذب المنافقین والمنافقات، مردان و زنان منافق، مردان و زن، والمشرکین والمشرکات، مردان مشرک و زنان مشرک، الظانین بالله ظن السوء، اینا به خدا بدگمان بودن. ظاهرا مراد اونمویه که در یک آیه دیگه هم داره، بل ظننتم ان لا، در این سوره آیه که بعد می آید، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، هیچ وقت اینا دیگه به خانه های خود بر نمی گردن. اینا که 1400 نفر رفتن، چون غیر از شمشیر دیگه اسلحه نداشتن، اینا هیچ وقت به فامیلای خود، خانواده های خود بر نمی گردن. و همه اینا در مکه کشته میشه. وقتی که اینا کشته شوه، دیگه اسلام هم خود به خود از بین میره. اینا گمان بد داشتن. قرآن میفرمایه علیهم دائرت السوء، اینا به خدا بدگمانن، میگن که مسلمان ها کشته میشن، دیگه اسلام از بین میره. میگه علیهم دائرت السوء، بر خود اینها بعد حوادث بد، حوادث بد خود اینا را هلاک کنن. ولعنهم، لعن به معنای دور ساختن از رحمت. وقتی که میگیم خدا فلانی را لعنت کنه، یعنی او را از رحمت خود دور گردانه. ولعنهم، خدا این زنان و مردان مشرک و منافق را از رحمت خود دور کرده. و اعد لهم جهنم، برای اینا دوزخ را آماده کرده. و ساعت مسیرا، بد برگشت دارن اینا، یعنی جایگاهشان در آتش. وللله، دوباره تکرار میکنه، وللله جنود السماوات والارض وكان الله عزیزا حکیما، تمام لشکرهای آسمان ها و زمین از خدای و خدا غالب و حکیم، کارش محکم مستحکم. از هر قسم خدا لشکر داره. میکروبا یک نوع لشکر خدایه، جنهای وراثتی یک نوع دیگر لشکر خدایه. همین جنهای وراثتی که تقریبا در استه هر سلول 30,000-50,000 دانه جن وراثتیه، یعنی هر از نظر طب امروز هر انسانی که به دنیا می آید در حدود 4,000 حالت مرض داره. مرض نداره، مرض بویه که بالفعل پیامد داشته باشه، نه در کمونن، حالت مرضه که اگر محیط مساعد شد اونها فعلیت پیدا میکنه و مرض میشن. هر انسان ایره داره 4,000 حالت مرض. از کجا آمده
ایسولولای وراثتی. خب معلومه دیگه، نمیشه ژن‌های وراثتیه که از کجا آمده، از پدر و مادر، از جد و جدات، پدرها و اجداد مادری، پدرها و اجداد پدری. یک سوانه تکوینی یک فرد تا به حضرت آدم شاید، از شاید از هزار نسل تو آهسته آهسته بیایه. اگر محیط مساعد شد، شرایط زندگی محیط، امو مرض فعلی، امو حالت مرض به مرض تبدیل میشه، بالفعل مریضی آدم میگیره. بعضی جا خداوند حفظ میکنه مؤمنینه، او حالت برش نمیاره که مرضا فعلی شوه. بعضی اوقات هم روی حکمت بالغش او را بالفعل به فعلیت میرسانه. او یک جنهای وراثتی که این مایه امراض میشن، حالت مرض دارن، اینا یک نوع لشکره که طب امروز کشف کرده. طوفان های خارجی، سیل، بادهای شدید و قوی، اینا یک نوع دیگری. ملائکه اونا یک نوع دیگری. رنگ رنگ صدها قسم خدا لشکر داره که به وسیلی زو هر کسی را که بخواه یا هر چی در که بخواه عذاب میکنه، عقاب میکنه. و همچنین وسائل رحمت خدا هم زیاده. دل مردم به حق انسان مهربان میکنه. سر و کار انسان که سر و کار انسان مریض با یک دکتر خوب لایق متخصص میاندازه که تداوی شو مرضش. مثلا برای مختلف خدا هم رحمت خود به مخلوقات خود میرسانه، هم عذاب و عقاب خود. وللله جنود السماوات والارض. این رحمت های خدا و عذاب های خدا گوناگونه. حسن بعضی وقت انسان متوجه نمیشه چه قسم رحمت خدا به انسان رسید، چه قسم انسان توفیق پیدا کرد، یا چه قسم شکست خورد. والحمد لله رب العالمین.